سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد حمید فرخ نژاد، بازیگر و هنرمند حرفه‌ای کشورمون. پس با ما همراه باشید. پیشا پیش مرسی از این که پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با لایک کردن کارها به همون انرژی میدید و ازمون حمایت میکنید. حمید فرخ نژاد، متولد 28 فروردین 1348 در آبادان، بازیگره. فارغ التحصیل لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشگاه تهرانه. با دستیاری شروع کرد تا اینکه حالا از چهره های مشهور بازیگری است و یک پسر هم داره. در یک خانواده کاملا جنوبی به عنوان آخرین پسر به دنیا اومد و 6 برادر و 4 خواهر تنی و ناتنی داره و پدرش ناخدای لنج بوده. تا سال 59 که 9 ساله بود در آبادان بودن که به خاطر شروع جنگ به ماهشهر نقل مکان میکنن و دوره دبیرستان حمید فرخ نژاد هم در سربندر ساکن شدن. در رابطه با ماجرای ورودش به هنر میگه: روزی که رفتم دفترچه کنکور بگیرم، یه صفحه طولانی جلوی اداره پست بود و تابلویی بزرگ زده بودند که دفترچه تموم شد. برای دفترچه به اهواز مراجعه کنید. فاصله اهواز تا محل زندگی ما 170 کیلومتر بود. پس گفتم خداحافظ و راهمو کج کردم که برم سربازی. به شکل تصادفی یکی از پسرمو هم رو دیدم. سوارم کرد و پرسید اینجا چی کار میکنی؟ و من ماجرا رو گفتم و پسرمو از در پشتی اداره پست بردم داخل و در زد و با هم از در رد شدیم. چند دقیقه بعد با 2 تا دفترچه کنکور برگشت. انگار خدا او رو سر راه من گذاشته بود. اگر آن روز در جاده منتهی به اداره پست سر راه هم سبز نمی‌شد، به کل به راه دیگه ای رفته بودم. دبیرستان علوم انسانی خوند تا اینکه به زور تونست با معدل 10.25 دیپلم بگیره. اما به خاطر شرایط جنگی و خاص تونست سال 68 در دانشگاه تهران قبول بشه. 2 سال بعد اصغر فرهادی، کارگردان به نام ایران، نیز هم دوره او شد. در دوران دانشجویی تجربه ساخت چندین فیلم کوتاه رو داشت تا اینکه با خسرو سینایی کارگردان توسط دخترش سمیرا در دانشگاه آشنا شد. به این ترتیب سال 69 در 21 سالگی با فیلم کوچه های عشق اولین تجربه بازیگریش رو به دست آورد و سپس به عنوان دستیار آقای سنایی کنار ایشان حضور داشت. در سال 78 بازی در فیلم عروس آتش که دومین فیلم کارنامه سینماییش بود، آغاز درخشش او در سینما به حساب می آید. بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو در 18th جشنواره فیلم فجر براش به ارمغان آورد. فیلمنامه این فیلم که توسط فرخ نژاد و سینایی نوشته شده بود نیز سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه رو برایش به همراه آورد. فرخ نژاد سال 88 با 2 فیلم برنگ ارغوان و آتشکار در جشنواره حضور داشت. هر دوی این فیلم‌ها از فیلم‌های مطرح اواخر دهه 80 محسوب می‌شن. بازی فرخ نژاد در هر دو فیلم با تحسین بی سابقه منتقدان مواجه شد. این بازیگر مطرح سینما ایران کار صداپیشگی انیمیشن قلب سیمرغ رو انجام داده. تجربه جالب و متفاوت برای فرخ نژاد در فیلمی که نسبت به موفقیت آن امیدهای بسیاری وجود داره. بازیگرانی چون سعید راد و بهرام رادان برای این کارش به تمجید از فرخ نژاد پرداختند. در سال 72 توسط علی عمرانی برای بازی در مجموعه پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری دعوت شد، اما در عالم جوانی گفت باید اول فیلمنامه رو بخونه. همین تصمیم باعث شد دیگر سراغ اون نرن. حمید فرخ نژاد در دانشگاه با همسرش خانم فروزان جلیلی فراشنا و در نهایت با هم ازدواج کردند که ثمره این زندگی یک پسر به نام فریده. خانم جلیلی فر تحصیل کرده رشته طراحی صحنه است. از کارهای بیادماندنی ایشان طراحی صحنه و دکور سریال دیدنی قهوه تلخ مهران مدیری بود. میگه: من در آمریکا برای خود و خانواده هم اقامت گرفتم. در حال حاضر همسر و پسرم در این کشور زندگی میکنن. اقامتی که گرفتم از نوع اقامتی است که به نخبگان و هنرمندان میدن که این گرین کارت شامل اقامت و اجازه کار در اون کشور میشه. هر 6 ماه به محل اقامت همسر و فرزندم میرم تا گرین کارت هم باطل نشه. من زیر $10,000 که ماهانه برای همسر و فرزندم میفرستم زاییدم. شاید لقب سرکش بودن برای فرخ نژاد بیشتر مناسب نقش هایی است که انتخاب و بازی کرده، گرچه در زندگی عادی هم کمی عصبی است و زود از کوره در میره، مثل زمانی که به اشتباه در سریال سفر سبز چند ساعت گریم سنگین رو تحمل کرد، ولی آن روز برنامه ریزی برای بازی او صورت نگرفته بود و خب جناب فرخ نژاد هم از خجالت دستیار کارگردان در اومد. در هر حال نقش هایی که فرخ نژاد بازی کرده عمدتاً دوچاره حاشیه شدن.
از دوران دانشگاهش یه خاطره تعریف میکنه و میگه سرخوردگی شدیدی در برخورد با دخترهای همکلاسیم داشتم که هرچی میگفتم همشون میخندیدن، نه اینکه طفلکی ها بخوان مسخره کنن، ولی مدل برخورد و حرف ها و لهجه هم براشون جالب بود و متوجه نمیشدن. ارتباط ها، نگاه ها و برخورد ها جور دیگری بود و چیزی ازش سر در نمی آوردن. حمید فرخ‌نژاد در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با شرایط کنونی کشور میگه در کشور ما هر اتفاقی میفته میگن ساکت باشید و سخن به میان نیاورید. 40 ساله که در این کشور همه چراغ ها رو خاموش کردن و میگن در شرایط حساس کنونی چیزی نگید. مطبوعات هم ساکت شدن. از آخرین آثار هنری حمید فرخ‌نژاد میتونیم به ملاقات با جادوگر در سال 98، زنبور کارگر در سال 98، سامورایی در برلین در سال 97، سمفونی نهم در سال 97 و دختر شیطان در سال 96 اشاره بکنیم. آقای فرخ‌نژاد در سال 95 نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 35مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم خوب بد جلد بودند. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو راجع به این هنرمند محبوب کشورمون پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.